درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز دو مهمان عالی‌قدر داریم، یکی جناب آقای دکتر ایمان انصاری که در سه هفته پیش برنامه ایشون اجرا کردند و دوستان به خصوص کسانی که برنامه رو دیده بودند ضمن اظهار قدردانی از بیانات ایشون خواسته بودند که راجع به این مطلب دوباره صحبت بشه و شخصیت دیگری که در این برنامه امروز شرکت دارند سرکار بانو ژاله دفتریانه که درباره فرهنگ و تمدن ایران و زبان پارسی صحبت خواهم کرد. حالا میریم در بخش اول در صحبت با جناب دکتر ایمان انصاری. حتما بینندگان با چهره ایشون آشنا هستند. ایشون در اروپا تشریف دارند و یکی از بنیانگذاران اصلی کنگره همبستگی ایران هستند و همینطور تشکیل دهنده جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران و ضمناً عضو هیئت اجرایی این سازمان هم هستند. جناب دکتر انصاری تشریف دارین؟ درود بر شما جناب دکتر نصر، درود بر بینندگان شما. درود بر جناب علی، بسیار سپاسگزار که خواهش منو پذیرفتید و در این برنامه شرکت فرمودید. البته این بیشتر دلیل مزاحمت و جناب علی بود که بیشتر بینندگان برنامه جناب علی دیده بودن خواسته بودن که در اون زمینه بیشتر ما صحبت بکنیم. من قبل از این که عرض کنم که سوالات اون خدمتون مطرح بکنم، اینجا دو نوار کوچک هست از صحبت‌های آقای حسین لاجوردی، خواهش میکنم به اینا گوش فرا بدیم و بعد وارد بحث بشیم. بسیار خوشحالم در این زمینه که با 60 و چند درصد افراد جامعه ایران از این 80 میلیون نفر، یعنی 60 و چند 50 و چند میلیون نفر اقوام ایران هست، دور تا دور ایران هست. اگر برابری برای اینها به وجود نیاد، همه جور وسیله و امکان وجود داره الان که ایران تجزیه بشه، چه کردش، چه بلوچش، چه ترک آذریش، چه عرب ایرانیش، همه و همه این زمینه واسه وجود داره. جناب دکتر انصاری، با توجه به این دو نوار صوتی که حتما گوش کردین، من پرسش نخستم رو مطرح میکنم و اون این است که اصولا تشکیل قومیت ها و یا اصولا بیان چنین مطلبی با توجه به بررسی های علمی که در دانشگاه های مختلف دنیا انجام گرفته که ثابت شده تمام ساکنین ایران دارای یک دی ان ای هستند، از یک منشأ سرچشمه گرفته، یعنی همه از یک قومند ولی به تیره های گوناگون تقسیم شده و با لهجه های گوناگون مثل آذری، کردی، عرض کنم که بلوچ و همساره هم صحبت میکنن. حالا با توجه به این دو نوار، این مسئله قومیت ها اصولا چه مفهومی داره قربون؟ با سپاس از شما قربون. پیش از هر چیز همونطور که فرمودید، این نتیجه ناآگاهی و درک نادرست واقعیت ملت ایران هست. ملت ایران فقط با دی ان ای به هم پیوست نداره. فرهنگ و تاریخ این ملت، تمدن این ملت سیمان اصلی ایران هست. یکی از قدیمی ترین ملل دنیا ایرانی ها هستند. تاریخ مشترکی که حداقل با تمام این افرادی که امروز در ایران زندگی می کنند، حداقل 2500 سال این فرهنگ مشترک قدرتی به وجود آورده، این تاریخ مشترک قدرتی به وجود آورده که حتی از دی ان ای هم بیشتر هست. دلیلی که میان امروز در با کنفرانس تشکیل میدن، کنفرانس قومیت تشکیل میدن، درباره قومیت صحبت میکنن، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. تفرقه اندازی بین ملت ایران،
تحریک و تشویق به تجزیه طلبی، خودمحوری هایی که این افرادی که اینا رو اعلام میکنن میخوان برای خودشون داشته باشن. اصلا یکی از دیگر از دلایلش این هستش که اینها خادم خارجی هستن. یکی از مصاحبه هایی که آقای لاجوردی کردن در از همین تلویزیون هایی که ده ها در اختیارشون هست و هر روز چند ساعت برنامه دارن، صحبت از این میکردن که باید یک میزه گردی تشکیل بشه و در این میزه گرد دکترها جمع بشن و برای بیماری اپوزیسیون راه حلی پیدا بکنن. و یه خانومی همون موقع تلفن کرد و گفت اگر تمام کسایی که دور این میز جمع شدن یکی مأمور اسرائیل باشه، یکی مأمور آمریکا باشه و یکی مأمور روسیه، این دیگه میزه گرد ملت رو نجات نخواهد داد. و آفرین برای خانم که این سوال رو مطرح کردن. اصلا ایده حکومت غیر متمرکز امروز یکی از ترفندهای دولت خارجی برای تضعیف ایران هست و این رو میخوان به عنوان راه حل به خورد ایران بدن. برای همین هم هستش که من دفعه قبل سه هفته پیش که در خدمتون بودم در برنامه تلویزیون جبهه شرکت کردم، عرض کردم حضور شنوندگان که اهمیت جبهه هماهنگ امروز دو چندان هست از گذشته. چیزی که میخوان به عنوان راه حل پیش روی ملت ایران بگذارن، میخوان پیش ملت ایران سه راه حل بگذارن، یکی جمهوری اسلامی، یکی مجاهدین خلق و یکم حکومت غیر متمرکز. و اهمیت جبهه اینجاست که باید نشون بده و خوشبختانه چون این جبهه شامل 30 و چند سازمان سیاسی هست میتونه کاملا به ملت ایران نشون بده که راه حل دیگه‌ای هم شما داری. با ایران پرستی و ایران متمرکز میشه راه حلی برای جمهوری اسلامی پیدا کرد و بعد از براندازی احتیاجی نه به مجاهدین هست و نه به راه حل‌های مندراری که دولت‌های خارجی برای آینده ایران درست کرد. باید ملت ایران آگاه باشه، باید هوشیار باشه که گول این دام‌هایی رو که برای اونها پهن کردن نخوره و بی خود به تجزیه که اینها این دام‌ها فقط برای تجزیه و تضعیف ایران و تجزیه ایران در نظر گرفته شده. اونچه مسلم هست این هستش که ایران امروز درد ایران امروز اقوام نیست. درد ایران امروز دردش جمهوری اسلامیه و پس از براندازی جمهوری اسلامی میبایست برابری بین تمام ملت ایران برقرار بشه و این هدفی هستش که جبهه هماهنگ مبارزان ایران دنبال می‌کنه. امید که با توجه به این مطالب که اونا شاید کم و بیش بدانند دلیل تشکیل این کنفرانس ها و این سمینار ها، چون میدونید الان کنفرانسی هم که درست شده کنگره آقای نوری علا و امثال هم که اونا در همین زمین دارن صحبت میکنن، دلایل اینا چیه قربان به نظر شما؟ من همین که عرض کردم قربان، چون که این حکومت های غیر متمرکز اصلا این بحثی که اینا شروع کردن این شرط دولت های خارجی هست برای کمک مالی به این گروه های سیاسی. شما امروز اگر بخواید برید از یک دولتی پول بگیرید، پول بخواید جمع بکنید برای اینکه فعالیت سیاسی بکنید، شرط اولی که برای شما میگذارن این هست که درباره ایران غیر متمرکز صحبت بکنن. البته همه‌شون هم خواهند گفت که تمامیت ارضی ایران رو قبول دارن، ولی اتفاقا همین اشاره‌ای که شما کردید در همین کنفرانس که آقای نوری علا تشکیل میده که همه‌شون هم به تمامیت ارضی ایران پایبند بودن و آقای حسین بر هم جزء اونها بودن، متوجه شدید و حتما هم در اخبار مطالعه فرمودید که ایشون دوان دوان رفتن به عربستان سعودی و پیش دولت عربستان سعودی که داره پول زیاد برای تجزیه ایران خرج میکنه و خودشون هم اعلام کردن که دنبال به اصطلاح یک حکومت آزاد هستن و میخوان از ایران جدا بشن. حالا با توجه به آن بهانه‌ای که در این کنفرانس ها هست و گفته می شود که به اقلیت ها ستم هایی روا شده و محرومیت هایی دارن، بر اساس گفته های همین جماعت در جاهای مختلف، این است که ما واقعا باید بدانیم که این ستم ها و محرومیت ها چگونه هستند. همطوری که در
برنامه قبلی هم بنده اشاره کردم، باید توجه داشته باشیم که این ستم و محرومیت ها به دو گونن. یکی اون که شامل همه ملت در تمام نقاط مختلف کشور بوده و دلیلش هم کمی درآمد جامعه و یا ظلم و ستم حکام محلی بوده که نسبت به همه ملت روا شده، نه اینکه یه نقطه به خصوص انتخاب کرده باشن. و دوم اون چه که محدودیت قانونی هست که در قانون اساسی به عنوان مثال وجود داره، مثل اصل 58 متمم قانون اساسی که صراحت داره هیچ کس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی الاصل و تبعی ایران باشد. وقتی بنده این مطلب رو پخش کردم، بعد بعضی از نویسندگان اینجور عنوان کردن که بله، قومیت ها اینها نمایندگان داشتن در اقلیت ها در مجلس وجود داشتن، در صورت که این دو مقوله جداگانه است. مسلمه که انتخاباتی وجود داشته برای انتخاب زرتشتی ها، عرض کنم که ارامنه و بقیه اقلیت ها، و من حالا خوشبختانه هم در استان کرمان، در استان فارس و همینطور عنوان وزیر کشور مجری قسمتی از این برنامه انتخابات بودن. بنابراین اون قسمت اصلا به این مسئله که من دارم عنوان میکنم هیچ ربطی نداره. خواهش میکنم با توجه به این مطالبی که عرض کردم، جناب‌عالی بفرمایید که چه راهکار عملی برای رفع این مشکل و رفع ستم و محرومیت ها وجود داره. بسیار متشکرم. خواهش میکنم. همونطور که شما گفتید، واقعا چون دو دلیل اصلی هست برای اینکه بتونه نابرابری در یک جامعه به وجود بیاد و این هر دو در رژیم جمهوری اسلامی امروز مترنم هست، برای همین راه حل متحد شدن همه ایرانیان هست برای براندازی رژیمی که هم قوانینش برای ملت ایران نابرابر هست و هم سرانش ثروت ایران رو به تاراج میبرن و یا خرج فلسطین و سوریه و غیره میکنن. پس از براندازی این رژیم جمهوری اسلامی مسلماً میبایست یک حکومت قانون برقرار بشه. در این حکومت قانونی برای تک تک ملت ایران، یعنی برای ساکنان آذربایجان، خراسان، گیلان، بلوچستان، فارس، کردستان، اصفهان، خوزستان، کرمانشاهان و تمام سرزمین ایران، باید یک راه حل اساسی باشه و اینکه تمام ملت ایران با هم برابر باشن. مسلما دیگه نمی بایست درباره اقلیت مذهبی یا هیچ نوع اقلیت دیگه صحبت بشه. تمام ملت ایران می بایست در برابر قانون، برای شرکت در دولت، برای شرکت در هر مسئله‌ای که میخوان برابر باشن و این بهترین راه حلی هستش که میتونه ایران آزاد فردا رو یک ایران خوشبخت بکنه و همه در اون برابر باشن. مسلما این راه بسیار بسیار بهتر و جالبتر هست از یک حکومت غیر متمرکزی که این آقایون پیشنهاد میکنن که با فشار و حمایت دولت‌های خارجی باید تشکیل بشه و هر روز هم برای سوء استفاده بیشتر از ایران در همین حکومت‌هایی که به دست خارجی‌ها به وجود میاد هزار و یک دردسر درست خواهند کرد که آخرش هم به خودمختاری و تجزیه طلبی خواهد انجام. برای همین همطور که عرض کردم، براندازی رژیم، اتحاد ملت اول، براندازی رژیم و برقراری یک حکومت قانونی و در اون حکومت برابری تمام ملت ایران با یک دیگر. بسیار سپاسگزار. نکته مهم اشاره فرمودید و اون است که در جبهه هماهنگ مبارزان ایران ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی اعتقاد به این است که ما رعایت اعلامیه حقوق بشر بکنیم و در اونجا کاملا مشخصه که همه افراد یک ملت متساوی الحقوق هستند و بنابراین اون موقع علی‌القاعده تبعیضی به وجود نخواهد اومد. وقتی که ما بتونیم قانون رو یکسان برای همه اجرا کنیم، در واقع حکومت قانون هست که تساوی رو برای همه برقرار میکنه. حالا من پرسش سومم خدمتون مطرح میکنم. سوال من این است که همونطور در استاد شماره 12 بینندگان میبینن، چرا تمام کسانی که به دنبال بیانات شیمون پرز و طرح برنار لوئیس
و پیگیری بیوقفه رادیوهای بیگانه، یعنی رادیوهای بیگانه هستن که در واقع مسئله رو مطرح میکنن، مسئله روز میکنن برای فدرالیست و عرض کنم که در نهایت برای تزدیر طلبی. حالا چرا اینا همه به دنبال این پیروی از شیمون پرز و برنارد لوئیس؟ اینا فقط راه حل رو در تمرکز سیاسی میدونن، در صورت و خودشون اصلا نسبت به راه حل عدم تمرکز اداری خودشون آشنا نمی کنن. و بعدم سازمان هایی که این مسئله رو به عنوان یک اصل در منشور خودشون نوشتن، با توجه به این مسئله و جزء بدیهیات که با عدم تمرکز اداری می شود به همون نتایج رسید، منشور خودشون اصلاح نمی کنن. خیلی ممنون. بله قربون، پاسخ به براشون گروه های دیگه رو میتراشن که بخوان جلوی اونا بایستن همونطور که میبینیم، اما همه این تلاش هایی که میکنن بی نتیجه است، چون واقعا دروغگویی این اشخاص روز به روز هویداتر میشه. ملت ایران هم با برنامه هایی که شما پخش میکنین روز به روز آگاهتر میشن، ولی باید هوشیار بود و تمام قد جلوی این جنبش هایی که برای تجزیه ایران تشکیل میشه ایستاد و مقاومت. بسیار متشکر. پرسش بعدی من این است که آیا این برنامه های قومیت طلبی و پیگیری فدرالیسم اصلا در ایران طرفدارانی داره یا خیر، و یا این هیاهوها فقط در برون مرزه و برای هیچه؟ البته هیچ که از نظر ملت ایران، ولی خب همونطور که فرمودید منافع مالی در پی داره و در نتیجه فقط به اتحاد و یگانگی نیروهای مبارز زیان وارد میکنه، و این هم یکی از اون هدفهای همون کشورهای بیگانه است که نگذارند بین ملت ایران و طبقات مختلف و باورهای مختلف اتحاد یگانگی به وجود بیاد و تا بتوانند این نیروی اهریمنی جمهوری اسلامی رو براندازیش انجام بدن، چون متاسفانه منافع بسیاری از کشورها در بقا این جمهوری اسلامیه. حالا نظر جناب علی چیه؟ تا حدودی که بنده اطلاع دارم در داخل اصولا نسبت به این مسئله اکثریت ملت ایران بیگانه هستند و هیچ گونه تمایلی برای این مباحث اصلا ندارن. خواهش کنم جناب علی نظرتون بفرمایید. کاملا همینطوری هستش که فرمودی جناب دکتر نصر، باور من هم کاملا همینه، و نه تنها باور من بلکه با بسیاری از افرادی که خودشون جزو به اصطلاح خانهای کرد و لور و بلوچ که هستن و آدم صحبت باشون میکنه، چه در خارج ایران و چه در داخل ایران، به هیچ عنوان امروز اصلا چنین دغدغه‌ای ندارن. ملت ایران هم چنان به زیر فشار روزمره این رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم ضد ایرانی هست، که اصلا فرصتی نداره که بخواد به این راه‌حل‌های پیشنهادی دشمنان ایران فکر بکنه. این پیشنهادها فقط از گلوی خادمین دولت‌های خارجی در میاد، از فرانسه، از کانادا و از آمریکا. اما فراموش نکنیم که چطور رسانه‌های بین‌المللی فعالیت کردند و ماه‌های قبل از رویداد سال 57 جامعه رو مسموم کردند و ملت رو چگونه به طرف پرتگاه بردن و از اون بالا ملت ایران رو به پایین پرتاب کردن. شاید به همین خاطر هستش که این آقایون هم میخوان هر روز با دروغگویی مردم دور خودشون جمع بکنن، چون واقعا در داخل ایران طرفدارانی ندارن. همونطور که در جلسه گذشته هم گفتن، اول اومدن با بیان اینی که اولین گروهی هستن که میگن بیایم به هم بپیوندیم و نه اینکه به ما بپیوندید اعلام کردن. جدیدن هم باز مثل ارشمیدس با فریاد یافتم یافتم آمدن و دارن میگن که در گروه ما رئیس و مرعوس وجود نداره، و این باز کار جدیدی است که فکر میکنن انجام دادن. اجازه بدید من، چون سامانه جبهه هماهنگ جلوی روی من هست، همین چهار جمله‌ای که در قسمت درباره جبهه هست رو حضور بینندگان شما بخونم. نوشته: جبهه هماهنگ مبارزان ایران یک سازمان سیاسی نیست. جبهه یک پایگاه برای هماهنگی مبارزات سازمان‌های سیاسی در راه براندازی جمهوری اسلامی است. در جبهه سازمان‌های سیاسی ادغام نمی‌شوند. در جبهه رئیس و مرعوس وجود ندارد و همه سازمان‌های هموند با هم برابرند.
همینطور که هر شخصی میتونه بره و روی سامانه جبهه ببینه این مسائلی که این آقایون مطرح میکنن و هر روز مثل خرگوشی که توی کلاه در میارن میخوان نشون بدن که خودشون کشف کردن و چیزهای جدیدی هستش که دارن به مردم پیشنهاد میکنن، تمام اینا فقط موازی سازی هست برای جبهه، برای اینکه قدرت جبهه رو بتونن کم بکنن و برای اینکه با این حمایت‌های رسانه‌ای و مالی که به اینا میشه بتونن تنها و تنها حرف حکومت غیر متمرکز سیاسی رو در ایران جا بندازن و این تا وقتی که ما هستیم، تا وقتی که ما فعالیت میکنیم غیر ممکن هستش که همچین اجازه‌ای رو بدیم که اینها بتونن همچین دروغ و همچین تقلبی رو انجام بدن. جالب اینجاست که بعد خود آقایون تلفن میکنن به این و اون و شکایت میکنن و گله میکنن که آقای فلانی اومده به ما توهین کرده در تلویزیون و اومده گفته که ما دروغگو هستیم. توهین اصلی دروغی هستش که شما به ملت ایران میگید. توهین به شعور ملت ایران، این بزرگترین توهین هست. وقتی شما این دروغ‌ها رو میاید پای تلویزیون‌هایی که معلوم نیست پولش رو کی فراهم می‌کنه، این ساعت‌های هر روزه تلویزیون رو کی در اختیار شما می‌گذاره، و وقتی هم که در اون شرکت می‌کنید فقط از حکومت غیر متمرکز صحبت می‌کنید، فقط پشت سر هم دروغ می‌گید، این توهین هست. این توهین به شعور ملت ایران هست. این توهین به تمام مبارزانی هستش که برای رهایی ایران دارن کار می‌کنن. و متأسفانه تمام اینها به دستور دولت‌های خارجی اسرائیل و عربستان و آمریکا و انگلیس هستش. ولی از همه مسخره‌تر جناب دکتر نصر، چون در اول برنامه‌تون پخش کردید ایشون این آقایون میان میگن که بیاین دور هم یک به اصطلاح میزه گردی تشکیل بدیم و ببینیم که ملت ایران چی میخواد، بیایم راه حل برای ملت ایران پیدا بکنیم. اما خودشون همونطور که در نوار گفتین میگن به هر حال ما باید در آینده ایران به سوی یک حکومت غیر متمرکز بریم. این هم باز یک دروغ جدید و یک کلاهگذاریه. اینها دور این میزگرد فقط میخوان افرادی رو جمع بکنن که پیشاپیش با این حکومت غیر متمرکز موافق هستن، ولی کسی که میخواد افراد رو جمع بکنه و نظرخواهی بکنه چطور ماها قبل میاد میگه و ما باید یک حکومت غیر متمرکز در ایران داشته باشیم، مگر اینکه دولت‌های خارجی بهش گفته باشن که باید اینطور عمل بکنین، مگر اینکه پولی که در اختیارش میذارن فقط به این شرط باشه، مگر اینکه تمام رسانه‌هایی که در اختیار این گروه هست فقط و فقط برای تجزیه ایران درست شده باشه. بعد همینطور که فرمودید جناب دکتر، شعور ملت ایران یک نمایندهش همون بانویی بود که به اینها اعلام کرد این چه میزگردی است که عرض کنم که نماینده اسرائیل و روسیه و بقیه بیان برای ما تصمیم گیری بکنن. به همین علت هم هست تا حدودی که من اطلاع دارم، حالا جناب عالی هم اطلاع دارید بفرمایید، که آیا اینا برنامه‌ای که راجع به اعتماد سازی داشتن، آیا یک سر سوزن توانستن این اعتماد جلب بکنن یا خیر؟ و بعد همونطوری که میدانید به تدریج که دوستان ما میهن پرستان با فعالیت های این آشنا میشن، از جمله کسانی که خیلی سرسخت مدافع این برنامه بودند و مبحث گفتمان ملی رو مطرح میکردن، اونها هم اعلام کردن که بعد از مدتی به ماهیت این برنامه پی بردن و خودشون رو کنار کشیدن و به طور غیر مستقیم هم تقاضا کردن که به جبهه بپیوندن. عرض کنم که یه مسئله‌ای که من خواستم به اطلاعتون برسونم و این یه پدیده تازه‌ای که در اسرائیل 14 بینندگان منظم می‌فرمایند، در یکی از برنامه‌های رسمی در تلویزیونشون که بنده نمی‌خوام اسم ببرم چون ممکنه به یه شخصیتی والایی مرتبط باشه، با عنوانش گذاشتن استانی ملی. اصلا دو چیزیست که با همدیگه سازگاری نداره، یعنی یه حکومت استانی یا حکومت ملی و یا استانی ملی و اصلا معلوم نیست چیه. این فقط بهانه است برای فریب مردم، برای همین مسئله عدم تمرکز سیاسی. خیلی متشکر جناب دکتر انصاری، اگر پیام دیگری دارید برای بینندگان و ملت ایران بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. همونطور که گفتید قربون، با دروغ، دفعه اول من همین عرض کردم حضور شنوندگان و بینندگان شما، با دروغ نمیشه اعتماد سازی کرد و این دوستان متاسفانه به این ترتیب دارن عمل میکنن. و اما اگر چند دقیقه وقت داشته باشید جناب دکتر نصر، من میخوام از حضور شما یک سوالی بکنم به عنوان سخنگوی جبهه هماهنگ مبارزان ایران.
و سال من این هستید، چون من یک عضو هستم، من مسئول یکی از سازمان‌های عضو جبهه هستم، اما شما سخنگوی تمام سازمان‌های سیاسی هستید که در جبهه حضور دارن. من می‌خواستم از شما سوال بکنم که آیا میشه در جبهه هماهنگ مبارزان ایران سازمان‌هایی باشن که از یک سو با جبهه همکاری بکنن و سوی دیگر با سازمان آقای لاجوردی که برای حکومت غیر متمرکز و فدرال در ایران فعالیت می‌کنه؟ میشه صبح پاشد و هوادار حکومت متمرکز سیاسی بود و بعد از ظهر هوادار حکومت غیر متمرکز که آقای لاجوردی تبلیغ میکنن؟ میشه صبح عضو جبهه بود و شب در جلسات تلفنی یا غیر تلفنی آقای لاجوردی شرکت کرد و با اونها صحبت کرد؟ میتوان عضو جبهه بود و در میزه گردی که آقای لاجوردی داره تشکیل میده شرکت کرد یا خیر؟ سپاسگزارم. بسیار متشکر. البته پاسخش کاملا روشنه، همونطور که اشاره فرمودید سازمان های عضو جبهه مستقل هستند از نظر اینکه اساسنامه و برنامه های خودشون رو بتونن پیاده بکنن در جهت اتحاد عمل با بقیه 37 سازمان دیگری که هموند جبهه هستند، و این گفته شده که افراد می توانند در برنامه های دیگر تلویزیون، رادیو و امسالهم شرکت بکنند، مشروط بر این که اون پنج اصلی که ما عقیده بنیادیمون هست و از اون به هیچ وجه نمیتونیم عدول بکنیم اونها رعایت بشه. بدیهی است که اگر یکی از سازمان ها یا شخصیت هایی برن در سازمان دیگری و در مسئله عدم تمرکز سیاسی رو اونجا بهش اعتقاد داشت باشن و در اونجا داد سخن بدن، طبعا اونها عضوشون از جبهه هماهنگ مبارزه ایران با تصویب شورا که قبلا هم عمل شده گرفته خواهد شد. بسیار متشکر، سپاسگزار. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم در مورد بیانات جناب دکتر انصاری هم توی در اسلاید 15 ملاحظه می‌فرمایید، اگر پیشنهادی، نظری برای بهبود کار یا نظر حتی مخالف اگر دارین لطف بفرمایید به این تلفن ها تلفن بفرمایید، به خصوص 650 619 76 23، و یا در استاد 16 به این ایمیل نظرتون رو مرقوم بفرمایید، شورای نجات ایران @gmail.com. مطمئن باشین که در اولین فرصت به وسیله دوستان یا خود بنده خدمتون پاسخ داده خواهد شد. بخش مهم دیگری که در این برنامه داریم مربوط به فرهنگ و تمدن ایران و زبان پارسیه که همونطوری که اشاره کردم سرکار بانو جاله دفتریان در این زمینه ما رو راهنمایی خواهند کرد. ایشون فعالیت آموزشی داشتند و دارند و به زبان پارسی علاقه فراوان دارند و در این جبهه هماهنگ مبارزان ایران ایشون هستند که ما رو از نظر زبان پارسی همیشه تصحیح میکنن و راهنمایی میفرمایند. ایشون سخنگوی بنیاد اروپایی برای زرتشت شناسی هستند که یکی از سازمانهای 38 سازمان عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند و ضمناً محبت کردند و دبیری گروه فرهنگی جبهه رو پذیرفتن. درود به شما و درود به بینندگان گرامی. درود بر جناب عالی و با سپاسگزاری بسیار که این خواهش بنده رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. البته همونطوری که میدانید جناب عالی یک شعر لطف فرمودید از لایق شیرعلی افغانی، قسمتی از این شعر رو بیان بفرمایید. سپاسگزار از شما آقای دکتر نصر گرامی، با سپاس بسیار از اینی که به من این بخت رو دادین که با شنوندگان برنامه های تلویزیونی گفتگوی داشته باشم. ایشون یکی از کسانی هستند که درباره زبان پارسی کوشش های بسیاری کردن و یکی از سرایندگان بسیار به نام افغانی هستن. سروده ایشون بسیار بالا بلنده که درباره زبان پارسی گفتم که من یه چند خطی از اون رو برای شما و برای شنوندگان میخونم. ایشون میسرایند: هر که دارد در جهان گم کرده ای، در زمین و در زمان گم کرده ای، آن زبان همدلی گم کرده است، این زبان مادری گم کرده است.
از تمام این و آن گم کردگان زشت روتر نیست در روی جهان، زان که گم کرده زبان مادری حرف گوید با تو با چندین زبان. زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. از زبان مادری گم کرده لیک میرسد روزی و تن گم کرده ای. لایق شیرعلی در سربرگ این سروده می نویسه که به نظر این جانب به تاریخ قدیم هم اگر نگاهی داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که قدرت‌های سیاسی اجازه رشد خردگرایی را نمی دادن. خردگرایی مردم را به سمت دانایی سوق می داده و با مردم دانا هر طور نمی توان رفتار کرد. قدرت‌های سیاسی در قدیم با علم به این نکته حرکت‌ها و فکر‌های خردگرایانه را به سرعت خاموش می‌کردند. ایشون یکی از کوشندگان فرهنگ ایران و زبان پارسی هستند. بسیار سپاسگزار. بنده چند پرسش دارم در زمینه زبان پارسی و پرسش اولم که خیلی کلی هست در اسلاید 22 بینندگان ملاحظه می‌فرمایند. با توجه به تنگناهای نیروی انسانی و همینطور وضع مالی و تنگنای زمان، این کارایی مبارزه فرهنگی همگام با مبارزه سیاسی رو جناب‌عالی چگونه ارزیابی میکنید؟ به دید من مبارزه فرهنگی و مبارزه سیاسی مانند دو بال یک پرنده می باید در راستا و یا به موازات یکدیگر کار کنند. هیچ یک از این دو نمی تواند جای دیگری را بگیرد. یکی از چراهای ناکام ماندن مبارزه های سیاسی در کشور ما تا به امروز این است که مردم ما ناآگاهی از فرهنگ و گذشته پربارشون داشتند و بدین گونه بوده که ایرانیان از فرهنگ و ادب و گذشته و تاریخ خودشون به دور افتادند که دستاورد این به دور ماندن از آگاهی های تاریخی و فرهنگی همین بلای خانمان براندازی است که به نام جمهوری اسلامی بر سر ما مانند یک باران بدبختی سرازیر شده. ولی خوشبختانه پس از 37 سال کوشش ها و تلاش های بسیاری از ایران دوستان و فرهنگ دوستان، این روزها راه بازسازی فرهنگ ایرانی کم و بیش میتونم بگم که جای خودشو در میان جوانها باز کرده و اون هم چراش اینه که کوشش های چشمگیری در این راه میشه، از خواب هزارها بیدار شده باشند و اکنون با این گفتاری که من گفتم میتونم به این زبانزد ایرانی انگشت بگذارم که میگه در بسیاری زمانها توانایی و کارایی کلک یا قلم دانشمندان و فرهیختگان بیشتر از برندگی شمشیر میتونه کارایی داشته باشه. بنابراین ما یکی از کوشش هایی که میکنیم اینه که میبایستی در راه دوباره زنده کردن و بازشناسی فرهنگ ایران هم خودمون کوشش بکنیم که آگاه بشیم و این آگاهی ها رو هم به ویژه به جوانان ایرانی برسونیم و اونها رو در این راه راهنمون باشیم. بسیار متشکر. حالا بعد پرسش دوم و خدمتون مطرح میکنم و همونطور که میدانید سه کشوری هستن که زبانشون زبان پارسیه، حالا با لهجه های مختلف که حتما در این زمینه جناب‌عالی استاد هستید و راهنمایی خواهید فرمود. این سه کشور که همبستگی این پارسی زبانان ایران، افغانستان و تاجیکستان و جایگاه سیاسی این سه کشور در گذشته چی بوده و آیندهش رو چگونه جناب‌عالی می‌بینید؟ من قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدین یه توضیح عرض بکنم که از قرار معلوم در این جلسه ای که در اروپا تشکیل شده به خاطر همین مسئله فدرالیسم
یکی از میهن پرستان اونجا عنوان کرده که به جای این فدرالیست و تجزیه ایران چرا ما نریم و به دنبال فدرالیست بین ایران و افغانستان و تاجیکستان و بعدم کشورهایی که از متعلق به ایران بوده جدا شده باشیم. البته خب این یه فکره، ولی ضمناً روحیه میهن پرستی ایرانیان رو حتی در اون جلسه نشون میده. حالا خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدین. خیلی ممنون. اون چیزی که میتونم و بهتره که یادآوری کنم که همیهنان ما بدونن اینه که هنگامی که سخن از ایران زمین و فرهنگ اون به میان میاد، دیدگاه تنها از پهنه ایران امروزی و اون گربه خابیده در میان دو دریای همیشه پارس و دریای کسپین نیست. ما درباره این ایران از دید خاک جغرافیای امروزی سخن نمیگیم. سخن از سرزمین هایی در میان هست که فرهنگشون فرهنگ ایران بوده، زبانشون زبان پارسی بوده و سرچشمه همه سنت ها و همه جشن ها و همه آیین های زندگیشون فرهنگ ایران بزرگ. در این هنگام ما از ایرانی سخن میگیم که شبه قاره هند در 900 سال پیش، ترکستان چین، آسیای مرکزی، قفقاز، مناطق آزاد کردستان، عراق، ترک و بلغار همه و همه اینها رو در بر می گرفته که همه به زبان پارسی سخن می گفتن. تا اینکه سردمداران دنیا، انگلستان و تزار روسیه این بخش از جهان رو تکه تکه کردن و خواستن که بافتهای فرهنگی رو از میون بردارن. از این رو جغرافیایی به نام افغانستان که از تکه پاره های خراسان بیرون شد رو ساختن و از یه سو این کار رو کردن و از سوی دیگه در زمانی هم که اتحاد جماهیر شوروی بر سر کار آمد، تاجیکستان رو واداشت که زبانش رو که پارسی بود به کنار بگذاره و از آیین‌های ایرانی هش چشم بپوشه و تاریخ گواهه که این هر سه کشور یکی بود. درباره آینده زبان پارسی باید بگم که خوشبختانه دست اندر کاران کشور تاجیکستان به فرهنگ خودشون که همان فرهنگ ایرانی هست و به زبان پارسی دلبستگی بسیار نشون میدن، ولی شوربختانه در افغانستان چنین نیست. بسیار متشکر. حالا بنده پرسش سوم مطرح میکنم که بخشی از اونو جناب‌عالی در همین پاسخ مطرح فرمودید و اون این است که به طوری که خود جناب‌عالی اطلاع دادین و بررسی فرمودید، گویا برنامه های تازه‌ای برای اینکه یه چند دستگی میان پارسی زبانان به وجود بیاد شروع شده و به خصوص جایگاه انگلستان در جایگزین ساختن زبان انگلیسی به جای پارسی در هندوستان چه بوده؟ یک کمی بیشتر در این زمینه توضیح بفرمایید، بینندگان و بنده رو روشن بفرمایید. خیلی ممنون. سپاسگزار. باید بگم همون گونه که در بالا یادآور شدم، شوربختانه در افغانستان هستند کسانی که به چند دستگی و به پراکندگی زبان و فرهنگ ایران دامن، یعنی ایرانی دامن میزنند و من از زمانی که این با این به گفته جنبشی که میتونم بگم نامردمی هست ولی در افغانستان برپا شده، در یکی دو هفته پیش به گفتگوهای تلویزیونی افغانستان گوش دادم تا دریابم و بدونم که در اون سرزمین که مردمانش هم زبانان ما هستند چی میگذره و چگونه است که به تازگی در اون کشور درباره زبان پارسی و زبان پارسی دری در میان فرهیختگان افغانی و برخی کسان دیگر جستارها یا بحث‌های بسیار داغی در گرفته. پس از این سرکشیدن ها به این رسانه و اون سایت خبری و برخی فیسبوک ها، برایم روشن شد که باز هم یک بار دیگر دست های ناپاکی از آستین به در اومده تا با دو به همزنی یا به گفتهی با تفرقه انداختن میان مردم بتونن اندیشه های اهریمنی خودشون رو
پیاده کنن. زیرا حالا برای اینکه روشن‌تر سخن بگم، در زبان فارسی یه زبان زدی هست میگه سنگ تفرقه بنداز و حکومت کن، و این کشورها به خوبی میدونن که هرچی کشورها کوچکتر باشن و اونها ساده تر میتونن مزدوران خودشون رو بر اون سرزمین ها به کار بگمارن و ساده تر میتونن اندیشه های خودشون رو به اونها بپذیرونن. بدبختانه میبینیم که یک بار دیگر جهانخواران و سودجویان تونستن با پشتیبانی از چند تنی که بسیار انسانهای جاه خواه یا جاه طلب خودفروخته افغانی بودن هستند، یعنی و با پروبار دادن به اونها تونستن آتش دو دستگی رو روشن کنن. و در این میونه ولی خوشبختانه در این میون فرهیختگان و سرایندگان پارسیگوی افغانی که تا به شنیدن این یاوه‌های این مزدوران بیگانه را ندارند به فریاد اومدن و با همه توان خودشون در برابر این ناراستی‌ها و نادرستی‌ها ایستادگی می‌کنن. در یکی از فیسبوک‌ها به گفتگوی میان دو سه استاد زبان پارسی دری برخوردم که اونها رو گوش کردم، و برای اینکه شنوندگان بدونن که از چه جایی من از چه چیزی سخن میگم یادآور میشم که در برگزار کننده این برنامه در آغاز برنامهش چنین میگه. میگه در روزهای پیش صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی بخش افغانستان سرویس جهانی بی بی سی گشوده شد به اسم بی بی سی دری. در نخستین روزهای گشایش این صفحه نزدیک به 14,000 بازدید کننده داشته ولی هیچ یک هموندش نشده، و گوینده میگه این مسئله ما را واداشت تا ببینیم چه دلایلی باعث شده تا بسیار این صفحه را نپسندن. در نخستین بررسی ها دریافتیم که شماری از اعضای فیسبوک کاربرد دری را درست نمی‌دانند و نام راستین این زبان را فارسی که فارسی دری هست می‌پسندند. ولی شوربختانه یادآور میشه که در قانون اساسی کشور افغانستان از چندی پیش زبان این کشور به نام دری درج شده و بسیاری از دانشگاهیان و ادبدان‌ها بر این باورند که نام راستین این زبان فارسی دری است و کوتاه کردن اون به دری مایه لغزش‌ها و اشتباهاتی شده و این اشتباهات تا جایی پیش رفته که قانون اساسی این کشور هم راه یافته. درباره جایگاه زبان پارسی در هندوستان شایسته گفتنه که یادآور بشم در زمانی که نادرشاه بزرگ به ناچار به هند تاخت، از آنجایی که زبان اون کشور زبان پارسی بود، به هنگام دیدار با محمد گورکانی شاه هندوستان، هر دو پادشاه با هم به زبان پارسی گفتگو می کردن و ترزبان یا مترجمی میان این دو نبود، و همچنین پیمان نامه های آشتی یا به گفته قراردادهای صلح همه به زبان فارسی نوشته شده و به دستینه یا امضای این هر دو پادشاه بر پای اونها هست که همه این پیمان‌نامه ها در گنجخانه یا در موزه در ایران نگهداری میشه. من اضافه میکنم که با فرمان روای دودمان گورکانیان زبان پارسی زبان رسمی شبه قاره هند شناخته شد، ولی از زمانی که کشور انگلستان بر هند دست انداخته و بر آن کشور چیره شد، با 1001 ترفند و در برخی زمانها با زور زبان پارسی رو به کناری زده و زبان انگلیسی رو جایگزین اون کرده. برایند این کار هم این شده که اکنون مردم هندوستان به 428 زبان سخن میگن و در قانون اساسی این کشور هم زبان هندی و هم زبان انگلیسی زبان رسمی هندوستان شناخته شده. و با دانستن این بخش از تاریخ هندوستان و سرنوشت زبان پارسی و پیشینه‌اش در آن کشور، برای من بهتر از پیش روشن میشه که انگلستان و بی بی سی اون این روزها همون روشی رو در افغانستان پیاده میکنه که چندین ده سال پیش در هندوستان پیاده کرده، و چون برآیند خوبی برای اونا داشته، این بار نیز میخوان
آزموده های خود را دوباره بیازمایند، زیرا دیدند که این گونه آزمودن ها هیچ خطا نیست. و اگر که زمان داشته باشم میتونم یک سخن پایانی به شنوندگان و بینندگان عزیز داشته باشم، و اون اینی که در اینجا روی سخن من با هممیهنان ایران دوستم هست که در این زمینه کار ما ایرانیان سنگین و سخت شده. چراش هم اینه که در زمانی که کشور ما پادشاهی داشت، سرزمینی به سامان داشتیم، برای زبان و فرهنگ ایران دل می سوزاندن، ما مردم کاری به این کارها نداشتیم. ولی اکنون که جمهوری اسلامی بر سر کاره که نه توان اون رو داره، نه دلش برای ایران و ایرانی نمی سوزه و نه می خواد در این زمینه کاری بکنه، بار این کار سنگین بردوش کسانی است که دل در گروه مهر ایران و زبان و فرهنگ اون سرزمین دارن. پیشنهاد من اینه که می باید بسیار هوشیارانه با همزبانان خود، چه افغانی چه تاجیکی، در راه نگهداری زبان پارسی پیوندهای دوستانه برپا کنیم و با برگزاری سخنرانی ها یا همایش ها و کنگره ها دست در دست فرهیختگان و آنهایی که به زبان پارسی و فرهنگ ایران دل بسته هستند همکاری بکنیم و پارسی زبانان را در هر گوشه جهان که هستند آگاه کنیم و نگذاریم که بداندیشان و دشمنان زبان و فرهنگ ایران به آرمانهای اهریمنی خودشون دست پیدا بکنن. بسیار سپاسگزار خانم دفتریان. من خیلی از جنابعالی سپاسگزار هستم که در این زمان بسیار دیر در محل سکونت شما در فرانسه در این برنامه تشریف آوردید. امیدوار هستم که باز هم این سعادت نصیب من بشه که در آینده باز هم از این اطلاعات وسیع جنابعالی بهره بگیرم. بنده خدمتون بدرود عرض میکنم و خدمتون پاینده ایران جاوید ایران عرض میکنم. خیلی سپاسگزار از تشریفاتون در این برنامه. بینندگان گرامی، همونطوری که معمول هست بنده میخواستم خواهش کنم که اگر نظراتی نسبت به بیانات بسیار مستدل و علمی و فرهنگی سرکار خانم دفتریان دارین، به این شماره تلفن هایی که همیشه در خدمتون هست، به خصوص تلفن 650-619-7623 لطف بفرمایید نظرتون رو بدید. من اینجا لازم میدونم از یک هموطن بسیار میهن پرستمون، سرکار بانو شقایق شیرازی، سپاسگزاری کنم که یه نوشتاری رو در اینترنت پخش کردن که بنده با اجازهشون این قسمت رو میخونم خدمت بینندگان. همونطور که در اسلاید 25 ملاحظه میفرمایند بینندگان، ایشون این طور نوشتن: من میجنگم برای نجات ایرانم. در اسلاید شماره 25: من نمیجنگم که در آینده نخست وزیر بشوم. من نمیجنگم که در آینده نماینده مجلس بشوم. من نمی جنگم که در آینده کلانتر بشوم. من می جنگم که ایران را پس بگیرم. این درست تداعی میکنه با اون شیرزنی که در اون برنامه مربوط به سال 88 آمد به میدان و گفت من نیامدم که رأیمو پس بگیرم، من اومدم ایرانمو پس بگیرم. درست این همین برداشتی هست که این سرکار خانم شقایق شیرازی داره. دنباله مطلب ایشون همونطور که در استرادی 26 ملاحظه می‌فرمایید این است که جارو به دست گرفته گرد و غباری را که اهریمن در وطنم پاشیده پاک بکنم، و زمانی که فرزندانم با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان چشمم را می‌بندند، در یکی از دستهایم خاک سرزمین کوروش و در دست دیگر دستم کتاب شاهنامه باشد که ارثیه‌ای بالاتر از این ندارم، چرا که این شناخت و عشق مرا موروثی است، چاره‌ای دیگر ندارم.
بسیار سپاسگزار از خانم شقایق شیرازی. وقت بنده چون تمام هست، باز هم صدا میکنم که اگر بینندگان نظری نسبت به کل برنامه، صحبت‌های بنده، صحبت‌های سرکار خانم دفتریان، صحبت آقای دکتر یمان انصاری دارید، به این تلفن‌هایی که در روی صفحه منظم می‌فرمایید 650 619-76-23 به خصوص لطف بفرمایید و همینطور به آدرس ایمیلی که در روی اسکرین هست، شورای نجات ایران gmail.com لطف بفرمایید ایمیل بفرستید. مطمئن باشید که در اولین فرصت خدمتون پاسخ داده خواهد شد. بسیار سپاسگزار از همه بینندگان عزیز. چون وقت من به پایان رسیده، خدمت همه بدرود عرض می کنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی، جهد ما بسا میدهد به ما نبی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی، از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی‌هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جان می‌گریزی، در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما